استفان دمیسترا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه امروز پس از پایان دور دیگری از مذاکرات صلح سوریه که روز گذشته در ژنو انجام گرفت گفت از دولت سوریه خواسته است مذاکره درباره انتقال قدرت سیاسی در آن کشور را در دستور کار دور بعدی مذاکرات صلح قرار دهد. سیاوش منفرد گزارش می‌دهد. آقای میسترا گفت تا این مرحله دولت سوریه مایل به گفتگو درباره انتقال سیاسی نبوده است. If I had to base myself on what I've heard during this round, بر پایه آنچه در این دور از مذاکرات شنیدم هیچ نشانه ای از آن ندیدیم. اما بر این باورم که شتاب بخشیدن به روند حل بحران سوریه از سوی جامعه بین‌المللی به دولت سوریه برای گفتگو درباره انتقال سیاسی کمک کند. و از دولت سوریه خواستم که در دور بعدی مذاکرات به موضوع روند انتقال قدرت سیاسی بپردازد. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گام بعدی را برگزاری دور دیگری از مذاکرات توصیف کرده است که طرفین درباره انتقال قدرت سیاسی، تدوین قانون اساسی، انتخابات آزاد پارلمانی و مبارزه علیه تروریسم که چهار سبد خوانده می شود گفتگو کنند. گام بعدی مذاکرات دیگری از نیروهای فراسوریه است که می‌خواهم در اوایل ماه آینده برگزار کنم. از طرف این خواستم تا برای ارائه مواضع روشن و اساسی خود درباره چهار سبد آماده باشند. امیدواریم بتوانیم دست کم طرفین را در یک اتاق بنشانیم. باید شتاب بین‌المللی را که به پیشرفت گفتگوها کمک می‌کند مشاهده کرد تا عملاً بتوانیم طرفین را برای گفتگو درباره مسائل اساسی در یک اتاق جمع کنیم. آقای دیمیسترا هفتمین دور از مذاکرات صلح سوریه را مثبت ارزیابی کرد بدون آنکه نتیجه‌ای مشخص در بر داشته باشد. ما پیشرفت فزاینده‌ای کردیم، اما هیچ موفقیت خاصی به دست نیامد. جلسه برگزار شد بدون آنکه هیچ یک از طرفین مذاکرات را ترک کند. آقای دیمیسترا در جمع‌بندی از این دور از مذاکرات تأکید اصلی را بر مبارزه بین‌المللی علیه تروریسم گذاشت. سیاوش منفرد، صدای آمریکا.